بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان ما، دوستان محترم ما، عزیزانی که برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را انتخاب کردید تا ببینید انشاءالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما هستید و استفاده هم میکنید. سلام و درود، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. امروز سوم عقرب 1402 است و در این روز بسیار زیبای پاییزی ما مهمان شما عزیزان و بزرگواران هستیم. مهمان ما همچون دیگر روزهای چهارشنبه کارشناس محترم خانم علیزاده است که اجازه بدن یک سلامی هم با این مهمان بزرگوار داشته باشیم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار زیاد خوش آمدید. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه. انشالله هر جایی که هستین در صحتمندی کامل به سر ببرین و روزگار بر شما خوش باشد. تشکر از شما خانم علیزاده، متشکرم. اما بیننده های محترم ما، امروز یک روز بسیار زیبای خزان و پاییزی است. حتما شما عزیزان و بزرگواران وقتی که از خانه برمیایید میبینید که چقدر زیبا برگ های رنگارنگ پاییزی از درخت ها شروع به ریزش میکنن، بعد روی زمین میفتن، خشخش برگ ها و آوای دلنشین اونها را که میشنوید حس خوبی به انسان دست میده. از طرف دیگه امید اتفاقات ساده ای که در زندگی میفته، در طول سال و در طی سال میفته، انسان را به فکر فرو میبره که همونطور که او زیبایی و سرسبزی و گرما و ثمری که بهار و تابستان داشت نماند، این روزها و این برگ ها، این پاییز برگ ریزان و این خشخش برگ ها و سرمای هوا و باران، انشالله برف هم نمیمانه و این روزها هم تر میشد. درسی که در زندگی خودمان است که در زندگی ما هم همین رقم است. ما هم جزوی از زمین طبیعت هستیم. همطور که روزهای شاد و شادی و خوشحالی و گرما ممکنه که تر شد و رد شد و روزهای سرد و روزهای ناراحت کننده و چنین روزهای برسه، روزهای سختی و سرما هم تر میشه و روزهای شاد هم برمی آید، به شرطی که ما و شما صبور باشیم و از خزانهای زندگی نترسیم و اتفاقا مثل شما که از این روزهای خزان لذت میبریم، سعی کنیم از اتفاقات بد زندگیمون استفاده بکنیم، پند بگیریم، انشالله در انتظار روزهای خوب زندگیمون باشیم. بحثی که در روزهای چهارشنبه کارشناس محترم با ما و شما صحبت میکنن در مورد مسئله بسیار ناراحت کننده طلاق است، انواع مختلف طلاق که یکی از ناراحت کننده ترین طلاق ها که در زندگی ممکن اتفاق بیفته طلاق عاطفی است که یک خزان مدت دار در زندگی است. کارشناس محترم با ما و شما در مورد این مسئله صحبت کردند. برنامه گذشته رو میتونید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید، انشالله استفاده هم بکنید. اما ببینیم که امروز در چه مسئله ای میخواین که با ما صحبت بکنن، در خدمت شما هست. بله، همطور که دوستای عزیز ما میدانن و اونایی که در جمع ما تازه پیوستن، موضوع مورد بحث ما واقعیت تلخی است به نام طلاق. بله. خب یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که بسیار در جوامع رواج پیدا کرده و متاسفانه آمارش روز به روز بیشتر میشه. گرچه قبلا در کشورهای صنعتی خب آمار طلاق بالا بود، ولی الان در جوامع در حال توسعه و حتی جوامع سنتی مثل کشور ما هم روز به روز آمار طلاق بیشتر میشه و نارضایتی از زندگی زناشویی بیشتر ابراز میشه. خب در برنامه سعی میکنیم روی همین عواملی که باعث ایجاد ای تنش و ای بحران میشه در زندگی که منجر به طلاق میشه بررسی کنیم و گپ بزنیم خدمت شما و بینندگان عزیز، و اگر ما با این عوامل آشنایی پیدا کنیم قطعا میتونیم که پیشگیری کنیم از امر طلاق و اینکه آگاهی پیدا کنیم و همیشه طرف مقابل مقصر ندانیم. چون معمولا در وقتی زندگی میرسه به نقطه طلاق، معمولا فرد همیشه خود مبرا میکنه از عیب و نقص و طرف مقابل خود مشکل دار جلوه میده و میگه که کلی مشکلات از طریق از او بوده و من مشکل نداشتیم. خب این عوامل باعث میشه که کمی در خود فکر کنیم، در زندگی مشترک خود فکر کنیم که آیا این عوامل در زندگی ما وجود داره یا نه. اگر هنوز به طلاق نرسیدیم، خب چی بهتره که عوامل شناسایی شوه، برطرف شوه تا انشالله به او واقعیت تلخ نرسیم. یعنی حتی اگر طرف مقابل هم مشکل از
مسئول باشه، بالاخره با شناسایی مشکل و عامل شاید بتونیم که کمک کنیم که اون مسئله رفع شه و کار و جدایی و طلاق نکشه. دقیقاً، اگر ما بدونیم که خب طرف مقابل ما چه زن و یا مردی عوامل داره و دست خودش نیست و شاید زندگی گذشته از او و مشکلات گذشته و کودکی از او تأثیر گذار بوده به این زندگی، خب حق میدیم و پای درمان از او مشکل برمیاییم تا انشاءالله مشکلات زندگی و تنش ها و چالش های زندگی هم برطرف شد. خب امروز هر برنامه سعی میشه که در یک عامل اشاره شود تا انشاءالله در مورد امزو عامل یک گفتگوی مفصل داشته باشیم. امروز چیزی که من در نظر دارم، عاملی که در نظر گرفتم برای امروز که مورد بحث ما قرار بگیره، عامل روانشناختی و یا اختلالات رفتاری چگونه میتوانه منجر به طلاق شود در یک زندگی مشترک. خب ببینین، همطور که دوستای عزیز هم خب قطعا موافق هستن و خیلی وقتا ما همین مسئله در نظر میگیریم، برای شروع یک زندگی مشترک معمولا سلامت جسمی بسیار اهمیت داده میشه و ما وقتی یک زندگی مشترک رو آغاز میکنه و یا کلانترهای ما وقتی میره به خواستگاری برای پسر خود در خانواده دختر، اولین چیزی که برای اونها مطرح هست، مهم هست و جلوه میکنه سلامت جسمی او دختر است که فکر میکنه کمی از سلامت جسمی و ظاهری کافی برخوردار است یا نه، و متقابلا بله همین رقم خانواده دختردار هم باز بسیار در سلامت جسمی یک پسر اهمیت داده میشه که آیا اهل کار است، آیا توانایی و قوای جسمی کافی را داره و میتونه از پس زندگی خود برای خود. این قسمت ما بسیار اهمیت میدیم و بسیار برای خانواده و کلانترهای ما بسیار مهم جلوه میکنه، اما در قسمت سلام روانی متاسفانه کمتر اهمیت داده میشه و ما کمتر از که در جلسات مختلف که برای شناخت یک همسر برای پسر و یا دخترمون هستیم در مذاکره و در مشاوره، کمتر به سلامت روانی از اون میپردازیم و کمتر پرسان میکنیم یا جستجو میکنیم یا میسنجیم که آیا همی دختر و یا همی پسر از سلامت روانی کامل برخوردار هست یا خیر. خب علیزاده، خب ما عموما وقتی که قصد وصلت با یک خانواده دیگر داریم، به نظر ما شواهدی را نگاه میکنیم که این طرف بچه یا دختر مشکل روان نداشته باشه، تکلیف روان نداشته باشه. این اگر داشته باشه بدون شک هیچ کس قبول نمیکنه چنین ازدواجی را. من دقیق متوجه منظور شما نشدم. خب ببینید، چیز مد نظر شما یک سری مشکلات رفتاری هست که بسیار بارزه، خود نشان میده. در یک جلسه شما میفهمین خب کسی که دچار عقب ماندگی، خب چنین کسی قبول نمیکنه، من رد میکنم. مثلا دچار عقب ماندگی ذهنی است یا یک مثلا اختلال داره که کنترل رفتار نداره، خب کاملا مشهوده. ولی بعضی از اختلالات رفتاری هستن که در یک جلسه، دو جلسه و یا با یک نگاه عادی که شما در یک جلسه دارین قابل شناخت نیسته و باید چند جلسه در موقعیت‌های مختلف و زیر نظر بگیرین، در یک جمع، در تنهایی، در محیط خارج از خانه، در محیطی که پدر و مادر نباشه چه رقم رفتار داره، ایره ما باید زیر نظر بگیریم تا متوجه شویم که طرف اون سلامت روانی کافی را برای شروع یک زندگی داره. و یا یک بیماری که رقم باید در طولانی مدت بررسی شوه، آیا ما به عنوان یک فرد عادی میتونم تشخیص بدم که نفر ممکنه کدام مشکل داشته باشه؟ بله، ببینید وقتی شما میخواین برین به خواستگار یک دختر، برای یک هفته رو زیر نظر نگیرین، حتی اقل برای 6 ماه، برای 4 ماه، در گفتم در شرایط های مختلف زیر نظر بگیرین، نه در یک محفل خانوادگی. ممکنه به بیرون از خانه، به محل کارش، در محل تحصیلش، در قسم جاهای مختلف زیر نظر بگیرید تا بفهمید که همین شرایط عادی زندگی رو داره یا نه. و یا همطور پسر ده، خب شما در یک پدر رو میشناسین، بسیار پدر خوب نامدار، خب میگین قطعا پسرش من برقم است، در حالی که خیلی فرق میکنه، شاید سلامت جسمی ظاهری برخوردار باشه، آیا اون مشکل رفتاری داره یا نه، آیا کنترل بر رفتار خود داره، آیا عصبی مزاج نیست، آیا تندخویی نیست، آیا دو شخصیتی نیست. کلی از اینا رو اگه شما بخوایدش برسین، باید به محیط کار از مراجعه کنین، باید بین دوستای از پرسجو کنین، بین همسایه‌های از پرسجو کنین تا یک شمه از شخصیت از دست شما بیاید که چه رقم رفتار و شخصیت داره.
خب گفتیم اون چی که مهم هست سلامت روان، شاید در ظاهر در امن در شروع زندگی مشترک اهمیت داده نشه، ولی در طول زندگی مشترک یک عامل بسیار مهمه که میتوانه بسیار از زندگی ها را به سمت طلاق سوق. در بسیار موارد هم هست خانم علیزاده، مثلا ما تشخیص میدیم طرف مقابل مثلا بدخوی است، بقیه میگن یک نفر است که خلق درست نداره، یا زود رنج است، زود ناراحت میشه، یا مسائل از این طریق مثل ای. ولی عموما نادیده گرفته میشن. خب ان شاء الله خوب میشن. خب باز هم بسنجیم که آیا مثلا اگر دختر تندخویه زود عصبی میشه، پرخاشگری میکنه، آیا پسری که میخوای با ازدواج کنه آیا خصوصیت رو هم داره یا نه؟ قطعا اگه هم این خصوصیت رو داشته باشه و هم تندخوی باشه، دو آدمی که دو تا مشکل مثل هم داره قطعا نمیتونه زیر یک سقف دوام داشته باشه. دستست. اما طرف مقابل اگه پخته تر باشه و صبورتر باشه، شاید بتونه که با مرور زمان کنترل کنه. درست است. یک میام برنامه رو ببینم خانم علیزاده. تشکر بینندگان عزیز و محترم. اگر کدام سوال از کارشناس امروز ما دارید، از طریق شماره تماس هایی که زیرنویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و سوال خودتان را بفرستید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. بینندگان عزیز و محترم سلام مجدد تقدیم به شما عزیزان، و یک سلام ویژه هم تقدیم به شما دوستای عزیز که نو به جمع ما پیوستید. برنامه شما برنامه زنده روشن است و موضوعی که امروز صحبت میشه عوامل مختلف طلاق است و عوامل روانی طلاق را در این جلسه کارشناس محترم خانم علیزاده برای ما شما واکاوی و بررسی میکند. خانم علیزاده، شما در مورد اهمیت شناخت قبل از ازدواج صحبت کردید. یک دوره قبل از اینکه عروسی گرفته شد و بچه و دختر با هم ارتباط دارن، دوره نامزادی گفته میشه. آیا اساسا دوره نامزادی برای شناخت بوده یا در فرهنگ ما، چون باز یک تصور دیگه هم از کسی که نامزاد میکنه طلاق گرفتن یا جدا شدنش سخت است، میگه حتما باید عروسی را هم بگیرند و چنین چیزی. در مورد دوره نامزادی بیشتر با ما بینندگان محترم صحبت. خب دوره نامزادی در فرهنگ ما خب یک فرصتی هست برای شناخت، چون خب جامعه اسلامی و سنتی است. قطعا قبل از ازدواج رسمی پسر و دختر ارتباطی با هم دیگر ندارن، شناختی هم نسبت به هم دیگر ندارن. بر اساس شناخت خانواده ای وصله صورت میگیره و دوره نامزدی شروع میشه. و خب اصل و منطقی که در دوره نامزدی هست که این دو نفر از همدیگر شناخت بیشتر پیدا کنند، چرا که در کنار هم در محیط های مختلف زندگی را تجربه میکنند، بیرون میره، خانه قوم خش میره، نشست و برخاست داره. و خیلی وقتها در همین دوره نامزدی فرصت بسیار خوبی میشه که نسبت به همدیگر اون شناخت کافی را پیدا کنه، و گاهی وقتها به این نتیجه میرسه که ما به درد زندگی مشترک نمیخوریم، یا میگن تفاوت سلیقه بسیار زیادی داریم، یا تفاوت شخصیتی بسیار زیاد داریم، تفاوت آرا و عقیده و مذهبی بسیار زیادی داریم. اینا مسائل است که در دوران نامزدی خود نشان میده. خب اینی که بزرگترها اصرار به یک داشته باشه که حتما ادامه بدین قطعا در زندگی مشترک خوب میشه، یا باوردن فرزند خوب میشه، خب این قبل از لحاظ روانی خب اینا فقط بعد از همدیگر تحمل میکنن، و در تحمل تفاوت ها همون طلاق عاطفی صورت میگیره. بحثی که ما در جلسه قبلی داشتیم، گفتیم که طلاق عاطفی دوری زن و مرد هست، گرچه در کنار هم زیر یک سقف سر یک سفره کنار بچه ها زندگی میکنن، اما فقط همدیگر را تحمل میکنن. متاسفانه از لحاظ عاطفی از همدیگر دورند، از ارتباط کلامی با یکدیگر ندارن، ارتباط عاطفی ندارن. خب وقتی که این رقم نامزدی هایی که با این تفاوت منجر به زندگی مشترک شود،
باز این رقم در پی خود طلاق عاطفی هم داره. پس فرصتی است که هم دیگر رو بشناسن. اگر اختلاف زیاد همون عوارض جدایی در دوران نامزدی بسیار کمتر از عوارض جدایی پس از زندگی مشترک. یک چیزی که خانم علیزاده در فرهنگ ما متاسفانه وجود داره که برخی فکر میکنن مثلا دختر که با یه بچه نامزاد شد دیگه حق جدا شدن نداره، بچه و دختر با اینکه هیچ عقد شرعی هم اتفاق نیفتاده در سن بسیار کم، گاهی اوقات مثلا در حتی مثلا زیر 9 سال و 7 سال اینا رو نامزاد میکنه پدر و مادر و بعد فکر میکنه حتما اینها باید با هم ازدواج بکنن، در حالی که نه مبنای شرعی داره و نه مبنای قانونی داره، حتی از لحاظ قانون و شرع اینها زن شوهر محسوب نمیشن، ولی فرهنگ میگه که نه شما باید با هم عروسی کنید و ازدواج بکنید و یک امر تبدیل به یک مسئله حیثیتی، تبدیل به یک مسئله آبرویی میکنند که متاسفانه کاملا میشه. متاسفانه در جوامع سنتی بسته و جوامعی با فرهنگ روستایی که در کشور ما بسیار رواج داره متاسفانه رقم ازدواج ها صورت میگیره و عواقب خوشایندی هم داره که متاسفانه گفتیم که بسیاری از اونها دچار طلاق عاطفی میشه، یعنی از هر یک دو زندگی یک زندگی دچار طلاق عاطفی میشه و همدیگه رو فقط تحمل میکنه و عمر میگذره، جوانی میگذره بدون اینکه لذتی از زندگی مشترک ببره. متاسفانه. خب بحث امروز ما اختلالاتی بود که گفتیم منجر میشه به طلاق. خب چه اختلالی میتونه منجر شد؟ نه ما چند قسم از اختلالاتی که بسیار مهم جلوه میکنه امروز سعی میکنم که شرح بدم که همین اختلالات میتونه منجر به طلاق شد. یک اختلالی که بسیار شایع هست اختلالی هست به نام ADHD. ADHD یک اختلال روانی هست که افرادی که دچار بیش‌فعالی هستن، افرادی که دچار کم توجهی هستند، افرادی که دچار عدم کنترل رفتار دارن شامل میشن. کم توجهی منظور شما که نسبت به دیگه افراد توجهی کمی نشون میدن؟ افرادی که در گذشته خودشان کم توجهی را تجربه کردن وقتی وارد زندگی مشترک میشن تمام چیز شوهر از آن خودشانه یا برعکسش. یعنی میگه مثلا شوهر ما دیگه پدر، مادر، خواهر، برادر تمام گذشته خود کنار بگذاره و فقط باید به ما توجه کنه. سلطه جو هستم. فقط به ما توجه کنه. خب این نشد از این میگیره که در دوران کودکی خود یا در خانواده پدری خود خود این فرد دچار کم توجهی بوده و الان اگر مثلا و همسر خود همسرش به مادر خود کوچکترین توجه کنه ناراحت میشه، قار میکنه. یا اگر خانوم از او زن از او به برادر خود یک توجهی کنه شوهرش دستش ناراحت میشه و حتی قار میکنه، چرا که میگه تو الان از آن من هستی و تمام توجهت باید برای من باشه. که خودی مثلا فراتر از اختلال روانی فردی یک اختلال روانی اجتماعی میشه، یعنی کل یک اجتماع این باور را داره، کما اینکه در برخی از جوامع سنتی در کشور ما چنین چیزی را بیفیشه در مورد بچه داریم که نسبت به همسر خودش این احساسی داره. بله. که حتی با برادر خودش نباید رابطه داشته باشه. بله متاسفانه. خب در جوامع سنتی بسته و با فرهنگ روستایی معمولا خب پررنگتر است این رقم، چون زندگی ها گسترده است، خانواده ها گسترده است، خانواده های هسته کمتر است که فقط زن و شوهر زیر یک سقف باشه که معمولا با خانواده شوهر با هم زندگی میکنند و مشکلات بیشتر داره. خب پس بنابراین کسانی که دچار اختلال هستند، دچار اختلال ADHD هستند و بیش‌فعال هستند یا کم توجه رو تجربه کردن و یا اینکه دچار عدم کنترل رفتار هستن شامل اختلال میشه. مثلا کسانی که دچار بیش‌فعالی هستن معمولا یک روحیه هیجانی دارن و از شروع دعوا و از نزاع کردن، از مجادله کردن، از قالو به قال کردن لذت میبرن. خب شما دیدین خیلی از زنها یا مردهایی که خوششان میاد دعوا رو شروع کنه، خوششان میاد جنگ و نزاع رو شروع کنه و به قول معروف که یک آتشی در معرکه وارد میکنه و دو نفری که گپ میزنه شروع میکنه و جنجال قلمقال میکنه، مسئله رو کلان میکنه و حتی به زد خود میرسه، صدای خود بلند میکنه و اینها افرادی هستن که از قلمقال کردن، از مجادله، از دعوا، از نزاع خوششان میاد. بعد از اون نزاع کاملا آرام میشه. بله. و میگه اتفاقم نیفتاد، چیزی نشد. چون افرادی هستن که از رقم هیجان ها لذت میبرن. اگر در کودکی خود توجه کرده باشه یا گذشته از رو بررسی کنین، معمولا ما بین مکتب هم این کار رو میکردن. بله. کودکانی که در مکتب قال مقال میکنه و کلگی او سینف به هم میرزه، شلوغ میکنه و بچه ها در جان هم دیگر میندازه، خودش باز پس کنار میکشه.
خب این رقم افراد، افرادی هستن که دچار اختلال ADHD هستن، افرادی هستن که بیش فعال نامیده میشن، افرادی هستن که دارای روحیه هیجانی هستن، افرادی هستن که از نزاع و جنگ لذت میبرن، خوششون میاد، احساس آرامش پیدا میکنن و کلی که در جون هم دیگر که اندوخ بس خودش پس کنار میشه. این برمیگرده به پیشینه خانوادگیش، مشکلی که در کودکی داشته حل نشده. ببین خیلی وقتها اختلال، گفتیم اختلال رفتاری متاسفانه نادیده گرفته میشه و مخصوصا در جهان سوم در کشورهای سنتی نادیده گرفته میشه و به او اصلا اهمیت داده نمیشه که درمان شوه. اگر از کودکی رقم کودکایی که دچار بیش فعالی هستن در مابین مکتب، در مابین سرم شناخته شوه، درمان شوه، پیش روانپزشک بره درمان شوه، خب قطعا در بزرگسالی آرام تر هستن چون مشکلش برطرف شده. ولی اگر با همین هیجانات کلان شوه، وارد یک زندگی مشترک شوه، خب قطعا و زندگی مشترک هم دچار چالش میشه، دچار تنش میشه، دچار مشکلات میشه که متاسفانه دوامی رقم زندگی ها بسیار کم است و منجر به طلاق میشه. پس اختلال ADHD یک عامل اختلال روانی هست که منجر به طلاق میتونه باشه در زندگی های مشترک. یعنی میتونه عامل طلاق باشه، ولی خب 100% خب قطعا هیچ انسان نمیتونه خب بگویه. شاید بستگی داره طرف مقابل، شاید مثلا فقط این رو تحمل کنه. 100% طلاق عاطفی صورت میگیره، ولی خب گاهی وقتا فراتر از تحمله، نمیتونه و منجر میشه به طلاق، گاهی وقتا قابل تحمل نیست. ولی خب گفتیم باز هم در جامعه سنتی تحمل میشه بر اساس اون عنعنات و فرهنگ بسته‌ای که داره، بر اساس اون برچسب و عیبی که در بیرون دو وارد میشه، مجبوره که این رقم مردها رو تحمل کنه یا مردهایی که این رقم زنهایی که دچار مشکلات و اختلالات هست رو قابل درمان هست. خانم علیزاده مثلا بله قطعا، بالاخره شوهرش خانمیش مشکل داره یا خانمی که همسرش مشکل داره نمیخواد که طلاق بگیره به هر دلیلی، قطعا درمان میشه به شرطی که گفتیم الان یه عواملی که وقتی ما بررسی میکنیم شناخت پیدا کنیم نسبت به عامل و همیشه مقصر نداریم، گاهی وقتا مقصر خود من هستم. وقتی متوجه میشم بله من واقعا از نزاع لذت میبرم، پس الان به خود میایم که پس نکنم من دچار یک مشکلی هستم، بهتر از این مشکل بپذیرم و برای درمان از او چاره بیارم. ساده بعضی از وقتا آخه من زدم انسان فقط به خاطر عدم شناخته یا خود یا همسر ممکنه که زندگیش کاملا فرو بپاشه، علارغم اینکه ممکنه اولاد هم داشته باشه. بله. از دست بده زندگی رو معلوم نیست که زندگی بعدیش اگر باشه بهتری از زندگی داشته باشه. بله. که اگر مشکل حل نشه قطعا در زندگی قطعا بعدی هم همین ببین عیب و اختلال جسمی کاملا مشهود است. شما میفهمین که طرف کمرش درد میکنه یا مثلا مشکلی داره، بالاخره چشمایش مشکل داره، شنوایی بیناییش مشکل داره، خب کاملا مشهوده. ولی اختلال رفتاری کاملا مشهود نیست و ما در طی چند سال زندگی به اون میرسیم و اینکه باورم نداریم، خودمان میگیم نه من مشکلی ندارم، طرف مقابل هیچ کس خودم مشکلدار جلوه نمی کنه، در حالی که اگر ما با یه عوامل آشنایی پیدا کنیم و بفهمیم که چه خود من چه شریک زندگی من این مشکل داره، در پی درمان از اون باشیم، قطعا این زندگی به طلاق منجر نخواهد شد. بله بسیار تشکر خانم علیزاده، میان برنامه رو ببینیم. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم. اگر شما عزیزان کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید، الان هم میتونید که از طریق شماره تلفن هایی که زیرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید، سوالات خودتون را برای ما بفرستید. حتما ذکر کنید مرتبط با برنامه روشن و نام کارشناس محترم خانم علیزاده را هم اگر بیارید که بسیار هم عالی. منتظر پیام های شما عزیزان هستیم و بعد از یک میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. Oh.
خب بینندگان عزیز و محترم، شما عزیزان همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنال از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفی علیزاده با موضوع علل روانی طلاق. خانم علیزاده در خدمتتون. خواهش میکنم. یک اختلال دیگه ای که هم بازم بسیار رایج هست و میتونه باعث یک زنگ خطر در زندگی مشترک باشه، اختلال است به نام OCD یا وسواس. ببینین، خب شاید ما خیلی وقت دور بر خود دیده باشیم کسانی که دچار وسواس است. وسواس به دو شکل است، یک وسواس فکری داریم، یک وسواس عملی داریم. وسواس عملی وسواسی هست که مدام فرد مشغول شستشوی است، چه دست خود بسیار زیاد میشوره، چه کارهای خود میشوره، یا خانه خود بسیار شستشوی بیش از حد نرمال میکنه. وسواس فکری هم که وقتی که تشویش فکری بیش از حد داشته باشه، که هم صبح بچه‌اش که از خانه میره سمت سن مکتب خود مدام فکر میکنه که حالا چیکار میکنه بچه ما، حالا رسید، حالا نرسید، حالا نکنه که سر سینب یک کس بره دتکوب کرده باشه، نکنه که امروز زمین خورده باشه، نکنه امروز توی ایران ماشین زده باشه، و بسیار مشغولیت فکری بیش از حد داره. خب علیزاده، اگر یک مسئله بین به ویژه خانم های جوان که نو ازدواج کردن ممکنه که دیده شد و ایست که دائما احساس میکنه که نامزادم یا همسرم الان که از خانه برآمده حتما یک نفر دیگه به اون نگاه میکنه یا به یکی دیگه سلام میکنه یا ارتباطی و رابطه ای، آیا این هم میتونه بله در زندگی مشترک، مخصوصا که زنهایی که بیش از حد خب همسران خود رو چک میکنه، حالا ده کی زنگ زدی، پیامد از کی اومده، کجا رفتی، تلفنت اشغال میزد، با کی گپ میزدی، بعد از او چیکار کردی، بعد از او کجا رفتی، خانه مادر خود رفتی با کجا، و بیش از حد همسر خود چک میکنه و خود بسیار خب مضطرب میکنه، ناراحت میشه وقتی که میای خانه. خب یه همسر تا کی تحمل کنه؟ یک بار، دو بار، ده بار ده او جواب بده، بعد از اون دیگه خسته میشه، کلافه میشه که من باید هر لحظه پاسخگوی از تو باشیم. ممکنه هر لحظه به همسر خود زنگ بزنه، حالا چیکار میکنی؟ حالا کجا میری؟ حالا غذا میخوری؟ چی میخوری؟ حالا چیکار میکنی؟ چای میخوری؟ کی هست کنار تو؟ با کی گپ میزنی؟ واقعا بسیار فرسوده کننده میشه. خسته کننده میشه. سوء زن و بدگمانی نمیشه بگذاریم یا زیر مجموعه وسواس فکری منجر به استراب میشه، منجر به سوء زن میشه، منجر به بدگمانی میشه، ولی خب مبنا و زیر بنای از وسواسی است که بیش از حد فکر میکنه و باعث استراب در وجود او زن یا مرد میشه. وسواس عملی خب مشهود از چیزی که بسیار زیاد قابل شستشوی باشه. خب معمولا بین زنها با رواجش بیشتر هست، وقتی که دست خود بیش از حد میشوره، خانه خود بیش از حد، کالای خود بیش از حد میشوره و مدام افراد خانواده را بررسی میکنه که جوراب خود شستی، دست خود شستی، حالی که می سر سفره اینان حتما شستی، قبل از او چیکار کردی، شسته بودی یا نشسته بودی، تشناب بیرون آمده یا شستی یا نشدی. خب بیش از حد وقتی تذکر میده هم شوهر خسته میشه، هم بچه ها خسته میشه و بچه ها استراب میگیره. مادری که معمولا دچار وسواس است، بچه های ازم کم کم از زیاد چون تلقین میشه، چون زیاد گفته میشه، این رقم بچه ها هم امکان ابتلا به وسواس را داره. وقتی میره مدرسه مثلا میمو نیسیر مگر نکنه که من دست خود نش، باز پس میره، باز دست خود پاک میکنه میشونه میگه مگر نکنه من امروز دفترچه خود نیورد، باز داخل کیف خود میپاله، باز برمیگرده نکنه من امروز مداد خود نیورد، باز میپاله. ببینید کسایی که معمولا مادران وسواسی دارن، امکان ابتلای خانواده و اعضای او خانواده، مخصوصا کودکان و خانواده به وسواس زیاده، چون مدام از طرف مادر چک میشه. خب بعد زندگی علیزاده، وسواس عملی یک عملی است که بالاخره بیشتر از هر چیز خود فرد را آزار میده، تمیزکاری و نظافتی که دائما داره انجام میده و معمولا آسیبش به دیگه افراد کمتر است، آیا اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه که منجر به طلاق شوه؟ خب ببینید، گاهی وقتا قابل تحمل نیست. وقتی که بیش از حد به قول ما که به خانواده، به اعضای خانواده، به شوهر خود بیش از حد گیر بده، بیش از حد پرسان کنه، بیش از حد سوال جواب کنه، او را خب تا یک حد قابل تحمل است. بعضی ها آستانه تحمل بعضی افراد کم است، یعنی بستگی به طرف مقابل داره. بعضی از مردها خب آستانه تحمل بالاتری داره، خون سردتر هست، زیاد اهمیت نمیده، کار دل خود میکنه، ولی بعضی از مردها خب وقتی بیش از حد ده و سوال شوه، پرسان شوه که کجا رفتی، با کی رفتی، چیکار کردی، آیا شستی، آیا تمیز بودی یا نبودی، خب این رقم ممکنه آستانه تحملش کم باشه و
قابل تحمل نباشه برای زندگی. خب روزا چیزی که به ذهنم رسید یک خاطره است که از یکی از آشنایان دارم که دختر خانم ازدواج کرد با یکی از کشورهای اروپایی رفت و بچه خب احتمالاً به دلیل شرایط کشورهای اروپایی و بالاخره تفاوت فرهنگی که بین ما اونها وجود داره یا تجربیاتی که داشت نسبتاً سختگیر بود، کم کم سختگیریش بیشتر هم شد چون دختر در سن بسیار کم هم ازدواج کرده بود. کار به جایی رسید که کاملا دختر خانم در خانه بندی میکرد، زندانی میکرد، در از پیش قفل میکرد، تلفن از میکشید از برق و کاملا این دختر هیچ دسترسی به خارج از خانه نداشت. باز در نهایت خوب منجر به این شد که یکی از فامیل های دختر متوجه شد و طلاق دختر گرفتن و دختر جدا شد. مالی فکر میکنم احتمال داره که این مرد دچار این مشکل باشه به عنوان یک مسئله و مشکل روانی. آیا شما به عنوان کسی که در این زمینه تحصیل داشتید فکر میکنید این مسئله قابل رفع شدن بود یا بهترین راه طلاق بود؟ بین همه اختلالات روانی قابل رفع شدن و کنترل هست. حالا بگیم که 100% اگر درمان نشه کنترل میشه. چی روش های کنترل از خب میتونه رفتار درمانی باشه، میتونه دارو درمانی باشه. با روش هایی که در علم روانشناسی بسیار پیشرفت کرده میتونه اختلالات رو درمان کنه. در درجه اول پذیرفتن اختلال توسط خود فرد است. خود فرد باید قبول کنه من این مشکل دارم. گفتیم چون مشکل روانی قابل رؤیت مثل مشکلات جسمی نیست، افراد انکار میکنه. بله بله. اگر این فرد قبول میکرد که من دچار وسواس فکری هستم و این باعث استراب در درجه اول به خودش وارد میشه و زندگی خود مشترک خود خراب میکنه، اگر دنبال درمان میرفت قطعا درمان میشد. ولی متاسفانه مخصوصا ما جهان سومیا به سختی قبول نمیکنیم، به سختی میپذیریم که و نه تنها قبول نمیکنیم که حتی دلایلی بر به نفع تفکر خودمون پیدا میکنیم. آیه، روایت، بله. گفته از این بزرگان توجیه میکنیم به شکل های مختلف، حالا چه از نوع مذهبی و عرفی خود توجیه میکنیم و میگیم که مشکل از طرف ما نیست. خب یه اختلال وسواس که میتونه منجر شود در بعضی از زندگی ها اگر درمان نشود میتونه یک از عوامل طلاق باشه. اختلال دیگری هست که بازم رواج داره، اختلال افسردگی هست. خب معمولا افراد افسرده منزوی، ساکت، آرام، گوشه‌گیر و بدون هیجان هستن. خب زندگی با یک فردی که دچار انزوا، گوشه‌گیر و بدون هیجان باشه قطعا لذت بخش نیست. خب هرچند که چای سالهای اولیه زندگی را خب تحمل کنه، ولی قطعا شریک زندگیش نیاز داره به یک فردی که شاداب باشه، به یک فردی که دارای روحیه باشه و زندگی مشترک پویایی داشته باشه. ولی افرادی که افسرده هستن معمولا منفی باف هستن، معمولا نیمه خالی لیوان را میبینن، معمولا مشکلات زندگی را میبینن، معمولا نق زدن ها و یا ایراد هایی که میگیرن همیشه منفی هست. نکته های مثبت همسر خود نمیبینن، مدام نکته های منفی از رو در روی از میاره که تو یه کار با ما کردی، تو یه رقم بودی یا فلان مجلس خوب در من نگیرفتی. 30 سال پیش اگه اتفاق افتاده امور دائما تکرار میکنه که من مثلا شب عروسی خود خاطری خوش ندارم یا جنگ شد، نزاع شد، این رقم شد، مادر تو ایره گفت، خواهر تو ایره گفت و این رقم. منفی بافی هایش در زندگی زیاده و باعث میشه که از حال خود لذتی رو نبرن. خب قطعا باز هم گفتیم زندگی با این رقم افراد دچار مشکلات خود داره و اگر طرف مقابل از آستانه تحمل ضعیفی داشته باشه و یک فردی باشه که پر هیجان، پر شور، پر انرژی باشه، خب قطعا زندگی کردن با یک فرد ساکت و منزوی و افسرده سخت است. خب اگر این عامل رو شناختین و در پی درمان از او باشین که این فرد افسرده شاید گذشته افسردگی نداشته، شاید اون مشکلات و آسیب هایی که در زندگی مشترک و یا در شروع زندگی مشترک به او ایجاد شده منجر شده که افسرده شود. خب پس باید در پی درمان او افراد باشیم تا زندگی ما یک تحول ایجاد کنه، تا زندگی ما به پویایی برسه، زندگی ما سرزنده شود. پس بنابراین با شناخت این مشکل در پی درمان از او باشیم. افسردگی درمان دارد، با دارو میتونه درمان شود، تحت نظر روانپزشک باشه، میتونه به حالت عادی خود برگرده. این رقم نباشه که ما فقط رها کنیم، یعنی رها شدن طلاق تنها راه رها شدن
نیست، تنها راه راحت شدن از زندگی نیست. قطعا بچه هایی که دارین آسیب میبینن، قطعا شمایی که این شریک زندگی خود رها میکنین، قطعا شما هم دچار عذاب وجدان و آسیب های روحی و روانی خود شد. در درجه اول سعی کنید که این را اختلال، این مشکلات روانی را درمان کنید. در دنیای امروز بسیار از این اختلال ها درمان میشه، به شرطی که ما قبول داشته باشیم، بپذیریم و یه علم داشته باشیم که بله، همونطور که ما جسم ما دچار مشکل میشه، روان ما هم دچار مشکل میشه. و باید در حدود کمتر از 2 دقیقه فرصت باز هم مانده بود یک مقدار. خب به طور کلی، حالا اما اختلال استراب، تروما، آسیب های جسمی اینا بود، حالا اگر نشد در برنامه بعدی ان شاء الله. بله ان شاء الله در خدمتتون باشم. ولی به طور کلی اگر بخوایم جمع بندی کنیم، همین هست که مخصوصا روی سخن ما به مردم ما هست که معمولا بافت زندگی ها یک بافت سنتی هست، فرهنگی که غالب هست، یک فرهنگ سنتی و بسته است و متاسفانه اهمیت داده نمیشه. میخوایم اعلام کنیم که همون رقم که شما برای شروع یک زندگی مشترک به سلامت جسم طرف مقابل اهمیت میدین، قطعا به سلامت روحی و روانی افراد هم اهمیت داده بدین. اگر سر بچه خود را میرین به خواستگاری، اول ببینین آیا بچه شما، فرزند شما، چی پسر و چی دختر، آیا از لحاظ رفتاری، آیا از لحاظ روانی آمادگی شروع یک زندگی مشترک را داره یا نه. اگر نداره، در پی درمانش باشین. اگر میبینین همین اختلالاتی که من خدمت شما عرض کردیم، اگر میبینین که نشانه هایی از این اختلال در وجود فرزند شما هست، نگذارید یک زندگی دیگه تباه شود. درمان کنید. دختری که وسواس داره، پسری که دچار اختلال استراب هست، پسری که ADHD داره، بیش‌فعال هست، قطعا در درجه اول والدین باید او را درمان کنه و بعد در پی زندگی مشترک از او باشه. چون وقتی با همین اختلال، با این مشکل یک زندگی مشترک را آغاز میکنه، نه تنها مشکل از او حل نمیشه، بلکه در زندگی مشترک زیادتر میشه، تشدید شوه و هم فرد مقابل و هم فرزندانی که حاصل زندگی هست دوچاره این مشکلات شده. بله. باز یک نکته دیگه که من از گفتگوی با شما برداشت کردم است که بالاخره این مسائل مشکلات روانی کاملا مثل بیماری هایی که بر جسم وارد میشه قابل درمان است. اگر که شریک زندگیمون خدای نکرده مشکل داره، اگر خودمون در خودمون علائمی از این بیماری ها و مشکلات رو میبینیم، به دنبال راه حل و درمان باشیم ان شاء الله تا کار به جاهای باریک خدای نکرده مسائلی مثل طلاق نکشه. تشکر میکنم از شما کارشناس محترم، بسیار استفاده کردیم از گفتگو با شما و همچنان از شما بیننده محترم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. انشاءالله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید. شماره تماس برنامه را هم که فراموش نمیکنید و هر زمان که بخواید از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما در ارتباط شوید. سوالات خودتون، انتقاد و یا پیشنهادی اگر دارید، ما را بسیار بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات شما را دریافت میکنیم. با همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.